دوستان سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با شما هستیم با یه پرواز از کشور غنا به کشور سنگال، فرودگاه داکا. خدمت شما عرض شود که اینا چرا بالا؟ این دوباره اشتباه شد. حالا اینو من میرم تنظیمش میکنم. اسپویلرها دوباره ایراد دادن اینجا، نمیدونم چرا. بگذاریم. خدمت شما عرض شود که سنری دلتا گلف آلفا آلفا رو نصب کردیم. هواپیما اتیوپیان اینجا هستش که میبینید، میکنم 700 و نمیدونم، به نظرم اومد 787. نه، ایرباس میزنه، ایرباس 350 است، نمیدونم چیه. آره 350 است، A350 کنار ماست و همچنون که میبینید سنری و این ساختمونای کناری همه بسیار بسیار زیباست. رانوی 21 قراره که تیک آف بکنیم. ببینم چرا اینجوری میکنه. یه بار این اینجوری کنیم. عزیز دلمون، فکر کنم درست شد. خب بله درست شد. اوکی، گیت چارلی 8. من هواپیما رو لود کردم، همه چی رو زدم، ما آماده پوشبک هستیم. قراره تیل تو دی لفت باشیم که از رانوی 21 تیک آف کنیم. بریم ای پی او رو هم بگیریم، سیت بلت رو هم روشن کنیم. چه ودر قشنگیه واقعا. شما از ایران که دور میشین انواع ودرها رو میبینین، داستان عجیبیه واقعا. تو تهران آرزومونه این هم چیزی ببینیم. شاید دو ماه بیشتره که همچین چیزی ندیدیم، دو سه ماه بیشتره که همچین چیزی ندیدیم تو تهران. شاید برای بعضی ها عجیب باشه. یه اینجا میریم و اینجا تیک آف میکنه. این مقایسه این هواپیما با این هواپیما با این هواپیما بسیار جذابه. اوکی، از صداش معلومه که ای پی او روشن شد. ای پی او رانینگ رو اینجا میبینیم. آنلاینش بکنیم. بیکن لایتس آن. بریم جوینشیم به گراند عزیز. پوش بک. بریک لیست. این سایه میندازه اینجا، عجب. اوکی، مشفک شروع شد. بریم واسه انجین شماره 2 استارت. اینوز یه ذره دستم خوب نیست، دقیقی در آوردن این هواپیما دقیقا رو خط، ولی خب بریم ببینیم چی پیش میاد. این هواپیما 777 کپتن سیم هم یه جوریه، آدم میمونه پرواز باش بکنه، پرواز باش نکنه. خیلی تمیز کاکپیت، خیلی هواپیما مدل سازی تمیزی داشته، ولی انگار هیچی پشت این سیستما نیست. هیچ مثل شما تو MD میشینی پرواز میکنیم سیستما رو حس میکنی، سیستم هم واقعا اینجا انگار نمایشی هست.
starting number one. بعدم نیومدیم ما تقریبا اومدیم اما خیلی درازه. سمت راست این ساکو ببینید، اشتباه دوباره اختر اینه که شما چکلیست میخونین. هنوز با این عرب ما اونجوری نیستم که برش اونقدر را وقت بذارم، چون فکر کنم چیزی پشتش نیست، پشت این سیستما. Okay, for that 15. این هم میذاریم RTO، ولی اگه بریک بگیریم میپره. تاکسی لایت هم که آنه. از این یه یکی از بدیای این هواپیما هم خیلی خیلی تیز بودنش، حالا الان بتونشون میدونم. تراتل میدم بعد شتاب گیری هواپیما رو ببین. چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، چه خبره؟ دیویست و نزدیک 300 تون گراس ویت هواپیماست. درجه 13 نات ماشاءالله ماشاءالله
الان بیم اینجا دقیقا هده. باند شیب منفی داره نه؟ سرازیری؟ چه من اینجوری میبینم باندو؟ اینجا سربالا هست اون بر سرپایینه؟ آره چه جالب. اوکی خب اینم اینجوری کنیم. ریدی؟
فلعب سر سازی به نظر من به جای 100 حتی شاید مثلا 150% شما باید بهش لایک بدی بگی عالیه. اینقدر این مدل تو زمانی که FSX بود دو پله از FSX بالاتر بود مدل سازیش، کیفیت شارپنس این پنل ها و اینا همچون که الان میبینیم، بود سازی اینا واقعا تمیز در آوردن اینا. ولی مثلا میگی کاش که یه همچین گروهی میومد مثلا با یه گروه PMDG همکاری میکرد، این مدل سازی رو اینا انجام میدادن، سیستم سازی رو اونا، وقت واقعا مدل عجیب میشد. شما ببینید کیفیت این کاکپیت رو، شما ببینید واقعا سه بودی، یعنی کار سه بودی انجام داریم بزنیم در اضافه تو رد کردیم سیت بل ساینز آف و بریم تا لندینگ دیگه. مرسی که ما رو همراهی میکنید، ما رو به سایت معرفی بکنید، امیدوارم که از ویدیوهای منم لذت ببرید. بنا خدافظ.